خبری از افغانستان در نتیجه تشدید حملات سنی های تندروی طالبان در مناطق مختلف افغانستان تعدادی جان خود را از دست داده و یا مجروح شدند به گزارش خبرگزاری های افغانی یک منبع امنیتی اعلام کرد که در نتیجه حمله انتحاری عناصر طالبان به یک مرکز نظامی نیروهای امنیتی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند در جنوب افغانستان پنج نفر جان باخته و دو تن دیگر نیز مجروح شدند زواک سخنگوی والی هلمن نیز اعلام کرد که در حمله هوایی نیروهای افغان به مواضع طالبان ده نفر از اعضای این گروه به هلاکت رسیدند در فاریاب نیز در یک حمله انتحاری ساختمان فرماندهی پلیس ولسوالی آلمار ولایت فاریاب در شمال افغانستان هدف قرار گرفت نقیب الله فایق والی فاریاب اظهار داشت که این حمله تروریستی جان چهار نیروی امنیتی را گرفته و بیستان از جمله غیر نظامی را مجروح ساخته است دیدار لونگ، سخنگوی والی لوگر در شرق افغانستان نیز گفت که در حمله سنیهای تندروی طالبان به پاسگاه نیروهای امنیتی در شهر پل علم چهار پلیس جان باخته و یک تن دیگر نیز مجروح شد افزود که در این درگیری ها همچنین پنج عضو به حلاکت رسیده و سه تن دیگر از آنها زخمی شدند. اسمت الله مرادی سخنگوی والی قندوز در شمال افغانستان نیز اعلام کرد که در حمله طالبان به پاسگاه نیروهای ارتش در ولسوالی خانواد این ولایت چهار نظامی جان باخته و دو تن دیگر نیز مجروح شدند. به افزود که در این رویداد چهار غیر نظامی جان خود را از دست داده و دو نفر دیگر نیز مجروح شدند. درگیری ها در سراسر سر افغانستان در حالی تشدید شده است که گفتگوهای تیم های مذاکراتی دولت افغانستان و طالبان برای تعیین دستور کار مذاکرات که از 22 شهریور آغاز شده تا کنون بی نتیجه بوده است.